سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید، افزایش فشارها نشانه ضعف حاکمان است. عناوین مهمترین خبرها: نامه دختر علامه طباطبایی به مهدی خزعلی، اعتصابت را بشکن و خود را برای فردایی سخت‌تر آماده کن. احمد منتظری: از زنده ماندن نام آیت الله منتظری می‌ترسند. افشای بخشی از تخطی جمهوری اسلامی از قوانین بین المللی در نامه نمایندگان ادوار مجلس به اتحادیه بین المجلس. سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید: افزایش فشارها نشانه ضعف حاکمان است. شورای هماهنگی راه سبز امید در بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن نقض فاحش حقوق اولیه شهروندان ایرانی هشدار داده است که مسئولیت جان و سلامتی کلیه فعالان سیاسی دربند، به ویژه آقای مهدی خزعلی و سایر اسیرانی که محروم از مراقبت‌های پزشکی لازم در وضعیت جسمانی خطرناک قرار دارند، بر عهده عالی‌ترین مقامات حکومتی می‌باشد. اردشیر امیر ارجمند، سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید، در این بیانیه تاکید کرده است: خیالی بس باطل است که با پلم کردن کتابخانه و درب خانه مرحوم آیت الله العظما منتظری و ایجاد محدودیت‌های غیرقانونی برای فرزند ایشان، بتوان پیام حق طلبانه آن مرجع حکیم را در یاد و خاطره شیفتگان عدالت و آزادی به فراموشی سپرد. قطعا این گونه اعمال نشان از ضعف حاکمان است و نه قدرت آنها. سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید به حکمرانان هشدار داده است که انکار واقعیت‌ها و اصرار بر دروغ، سرکوب، خشونت و بیقانونی اثری جز تشدید شرایط بحرانی کشور در عرصه داخلی و بین المللی را به دنبال نخواهد داشت. نامه دختر علامه طباطبایی همسر شهید قدوسی به مهدی خزعلی. در پی اعتصاب قضای مهدی خزعلی، فرزند مرحوم علامه طباطبایی همسر شهید آیت الله قدوسی در نامه‌ای به این زندانی سیاسی از وی خواست تا به اعتصاب قضای خود پایان دهد. به گزارش کلمه خانم نجم سادات طباطبایی، در این نامه خطاب به مهدی خزعلی نوشته است: من به عنوان کسی که پدر، شوهر و فرزند خود را در کمتر از یک سال از دست داده، بیش از هر کس دلبسته این ارزش‌ها هستم و می‌دانم که پایمال شدن آنها چه رنج و سختی دارد و چگونه جان و دل خانواده‌های شهدا و دوستداران اسلام حقیقی از آن خونین است و خوب می‌دانم که بزرگان شهید چقدر از این شرایط بیزار هستند. خانم طباطبایی در ادامه افسوده است: در این میان وظیفه دوستان واقعی اسلام و انقلاب چیست؟ آیا باید خود را به هلاکت بیاندازند و نابود کنند و آینده‌ای حساس و سرنوشت ساز را به دیگرانی بسپارند که بویی از این ارزش‌ها نبردند و در این زمان از آنان اثری نیست؟ گفتنیست مهدی خزعلی بیش از 40 روز است در اعتراض به احکام و رفتار خلاف شرع و قانون مسئولان در اعتصاب قضا به سر می‌برد. همچنین عروس مرحوم آیت الله العظما منتظری نیز در نامه‌ای به مادر مهدی خزعلی گفته است: امروز روز امتحان است. زهرا ربانی املشی در نامه‌ای خطاب به مادر مهدی خزعلی با یادآوری خاطرات ایام انقلاب می‌نویسد: اکنون وقت امتحانی برای همه و به خصوص با توجه به موقعیتی که دارید برای شماست تا به یاری خانواده‌هایی بشتابیم و وسایل استخلاص بیگناهانی را فراهم کنیم که جانشان همچون جان مهدی عزیز در خطر است. خانم ربانی املشی در نامه خود تاکید کرده است: با اقدامی جدی برای آزادی فرزندتان دکتر مهدی خزعلی که افتخار ما و شماست، بر طبق آیه شریفه در راه احیای بشریت قدم بردارید. به گزارش جرس، در بخشی از این نامه با اشاره به حسین خزعلی، برادر آقای خزعلی که شهید شده است، آمده است: آیا اگر راه مهدی و حسین، این دو برادر فداکار را مقایسه کنیم، دو راه جدا و مخالف خواهیم یافت؟ یا اینکه هر دو یک هدف را دنبال کرده و می‌کنند؟ حسین در امتحان آن عصر شرکت کرد و مهدی در این عصر و امتحانی دیگر در مبارزه با ظلم. احمد منتظری: از زنده ماندن نام آیت الله منتظری می‌ترسند. در آخرین روز بهمن ماه، در به یک اتاق در منزل شخصی حجت الاسلام احمد منتظری و همچنین کتابخانه و منزل شخصی مرحوم آیت الله العظما منتظری پلم شد. احمد منتظری در اطلاعیه‌ای که صادر کرد ضمن شرح ماجرا، حکم دادسرای ویژه روحانیت را غیرقانونی خواند و در اعتراض به آن از امضای صورت جلسه مبنی بر ضبط اموال و دفاتر آیت الله العظما منتظری خودداری کرد.
احمد منتظری در گفتگو با جرس با اعتراض نسبت به عملکرد دادگاه ویژه روحانیت میگوید حتی امکان شکایت هم وجود ندارد، چرا که باید دادخواست را نزد کسی ببریم که خود در این ماجرا متهم است. آقای منتظری از مراجع و حوزه علمیه میخواهد که در اعتراض به اهانتی که به مرجعیت شده و دخالتی که در امور مربوط به مرجعیت صورت گرفته به طور علنی وارد عمل شوند تا جلو این قسم رفتار غیرقانونی گرفته شود. آقای منتظری همچنین از احتمال نگارش نامه‌ای به احمد شهید گزارشگر حقوق بشر درباره این ماجرا خبر داد. در همین رابطه جمعی از روحانیون و دانشگاهیان به پلمب بیت مرحوم آیت الله منتظری اعتراض کردند. در پی پلمب کتابخانه و منزل شخصی مرحوم آیت الله العظمی منتظری توسط ماموران حکومتی، جمعی از روحانیون و دانشگاهیان حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌های سراسر کشور بیانیه اعتراض‌آمیز صادر و از مراجع و علما به دلیل سکوتشان انتقاد کردند. بنا به گزارش‌های رسیده به جرس، در ادامه اعتراضات نسبت به این اقدام، جمعی از روحانیون و دانشگاهیان حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌های سراسر کشور با صدور بیانیه‌ای نسبت به این مسئله واکنش نشان داده و آن را محکوم کردند. نامه نمایندگان ادوار مجلس به اتحادیه بین المجالس، تخطی جمهوری اسلامی از اصول اتحادیه. گروهی از نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای خطاب به دبیر کل اتحادیه بین المجالس و اعضای کمیسیون حقوق بشر اتحادیه بین المجالس دو تخطی عمده جمهوری اسلامی از اصول اتحادیه بین المجالس را گزارش کرده و خواستار رسیدگی فوری به این مسئله شدند. به گزارش جرس، در نامه این نمایندگان که از ادوار اول تا ششم مجلس شورای اسلامی در میان آنها هستند، حبس تعدادی از نمایندگان ادوار مجلس و تخطی از برگزاری انتخابات آزاد، سالم و عادلانه مورد شرح قرار گرفته و خاطر نشان شده است که انتخابات پیش روی مجلس در تناقض آشکار با استانداردهای انتخابات آزاد، سالم و عادلانه مصوب آن اتحادیه و فاقد حد اقل شرایط رقابتی و کاملا درون حکومتی است و منتخبان آن را میتوان دست نشاندگان حکومت در نهاد پارلمان که باید مظهر اراده ملی باشد دانست. اخبار جنبش سبز و زندانیان سیاسی. مادر شهید رامین آقازاده قهرمانی: به ناچار تن به رضایت دادیم. رامین آقازاده قهرمانی قربانی جنایت کهریزک است که 14 روز پس از آزادی از بازداشتگاه کهریزک به دلیل شکنجه‌های جسمانی در این بازداشتگاه جان سپرد. اعظم آقاولی مادر رامین آقازاده قهرمانی شهید کهریزک به جرس میگوید پرونده رسیدگی به شکایت شهادت پسرم مختومه اعلام شده است. خودمان ناچار به دادن رضایت شدیم. خلاصه خیلی از اتفاقات میافتد که ما نمیتوانیم کاری انجام دهیم. خیلی از اتفاقات. من دستم به هیچ جا بند نیست و جز خدا کسی را ندارم. اما خدا جای حق نشسته و ناظر است. به خود او سپردم و میدانم انشاءالله روزی تقاص خواهند داد. در حوادث پس از انتخابات سال 88، ماموران از طریق دوربین مدار بسته یک بانک چهره رامین قهرمانی را شناسایی کرده و به مادر او میگویند که فرزندش هرچه زودتر خود را معرفی کند. مادر رامین که به فرزند خود اطمینان داشت که کار خلافی انجام نداده است، به اتفاق رامین به محلی که ماموران گفته بودند مراجعه میکنند و فرزندش را تحویل میدهد. وی به مرگ پدر رامین بر اثر داغ از دست دادن فرزندش اشاره کرده و ادامه میدهد بعد از خبر رامین سکته مغزی کرد و به مدت کوتاهی بعد از آن تاب نیاورد و پیش رامین رفت. مهسا امرآبادی روزنامه نگار اصلاح طلب برای بار دوم محکوم شد. به گزارش کلمه، مهسا امرآبادی به 4 سال حبس تعلیقی و 1 سال حبس تعزیری محکوم شد. اتهامات امرآبادی عدم اعلام براءت از مهندس موسوی و کروبی، حضور در جلسات قرآن خانواده های زندانیان سیاسی، مصاحبه و نوشتن گزارش در روزنامه ها، دیدار با مراجع تقلید مستقل و دفاع از حقوق همسر زندانیش عنوان شده است. این روزنامه نگار 10 اسفند ماه سال گذشته برای دومین بار توسط اطلاعات سپاه بازداشت و پس از مدتی انفرادی در 2 الف با قید وثیقه آزاد شد. امرآبادی پیش از این و در خرداد سال 88 هم بازداشت و به 1 سال زندان تعزیری محکوم شده بود. مسعود باستانی همسر مهسا امرآبادی از دیگر روزنامه‌نگاران زندانی است که از تیر ماه سال 88 در زندان رجایی شهر به سر می‌برد و به 6 سال زندان و پرداخت جریمه نقدی محکوم شده است. کیوان صمیمی که به بیمارستان قلب رجایی منتقل شده بود تحت عمل جراحی کبد قرار گرفت.
به گزارش دریافتی کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی، مقامات زندان رجای شهر کرج پیشتر از انتقال کیوان صمیمی به بیمارستان به دستور دادستانی تهران جلوگیری می‌کردند، ولی صبح روز یک شنبه او برای عمل جراحی کبد به بیمارستان رجایی در بیرون از زندان منتقل شد. کیوان صمیمی، مدیر مجله توقیف شده نامه و عضو شورای همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر است که به 6 سال حبس محکوم شده و در حدود 2 سال و نیم از حکم خود را گذرانده است. این فعال مدنی سابقه فعالیت در نهادهایی چون انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، شورای صلح و کمیته پیگیری بازداشت‌های خودسرانه را دارد. شرایط طاقت فرسای زندان رجای شهر و نیز چندین اعتصاب قضا در زندان او را دچار بیماری کرده است. اعتصاب قضای گروهی از بازداشت شدگان 25 بهمن در زندان اوین. 10 نفر از بازداشت شدگان تجمع اعتراضی روز 25 بهمن در زندان اوین در اعتراض به وضعیت خود دست به اعتصاب قضا زدند. به گزارش خانه حقوق بشر ایران، این 10 نفر که در اندرزگاه 7 زندان اوین در میان زندانیان شرور نگهداری می شوند، در اعتراض به وضعیت خود و نگهداریشان در میان این زندانیان دست به اعتصاب قضا زدند. علی شکرچی به خاطر رفتار این زندانیان شرور و عدم اجازه آنها برای برقراری تماس تلفنی از 3 روز قبل دست به اعتصاب قضا زده است. در پی این اعتصاب قضا وی به سلول انفرادی منتقل شده است. 9 بازداشتی دیگر نیز در پی این وضعیت همزمان با علی شکرچی دست به اعتصاب قضا زدند. روز 25 بهمن در پی فراخوان گروه‌های حامی جنبش سبز بسیاری از شهروندان به خیابان‌ها آمدند، اما با حضور گسترده نیروهای نظامی و امنیتی امکان برگزاری تجمع میسر نشد و در این بین بسیاری از شهروندان بازداشت شدند. بازجویی مجدد از زندانی سیاسی حسین رونقی ملکی در دادسرای اوین. حسین رونقی ملکی وبلاگ‌نویس زندانی روز شنبه هفته جاری با اعزام به دادسرای مستقر در زندان اوین مورد بازجویی قرار گرفته است. به گزارش خانه حقوق بشر ایران، روز شنبه حسین رونقی ملکی وبلاگ‌نویس و فعال حقوق بشر با انتقال از بند 350 زندان به دادسرای مستقر در زندان اوین به خاطر نوشتن نامه و امضای بیانیه از درون زندان مورد بازجویی قرار گرفته است. رونقی طی روزهای گذشته نامه‌ای از زندان خطاب به محمود احمدی نژاد نگاشته بود. بر اساس این گزارش، رونقی ملکی دومین باری است که در بهمن ماه 1390 به دادسرای اوین منتقل و تحت فشار قرار گرفته و تهدید به باز کردن پرونده جدید می شود. بازجویان صدور مرخصی برای این وبلاگ نویس را منوط به اعترافات وی عنوان کرده بودند. آنها همچنین گفته بودند که دلیل صدور حکم سنگین 15 سال زندان برای رونقی عدم همکاری او با آنها در زمان بازداشت بوده است. رونقی از تاریخ 22 آذر ماه سال 1388 بازداشت شده و تا کنون به مرخصی نیامده است. انتشار پرونده پزشکی سحرخیز. پزشکی قانونی از ماه گذشته در خصوص بستری شدن فوری عیسی سحرخیز نامه داده بود. در پی وضعیت نگران کننده زندانی سیاسی عیسی سحرخیز و اعزام وی به بیمارستان و بستری شدن وی با زنجیر به تخت بیمارستان، منابع خبری جرس گزارش پزشکی قانونی به دادستان تهران مبنی بر وضعیت وخیم وی را منتشر کردند. اواخر هفته گذشته گزارش شده بود که عیسی سحرخیز، روزنامه نگار زندانی، در پی وخامت مجدد شرایط جسمی و وضعیت نامناسب قلبی به بیمارستان قلب امیرآباد منتقل و بنا به دلایل نامعلومی توسط ماموران دست و پایش به تخت به صورت ضربدری بسته شده است. گزارش های رسیده ها کیست که توصیه اکید اعزام این روزنامه نگار در بند اوایل ماه گذشته توسط مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران صادر و ابلاغ گردیده بود که وی به بیمارستان امام خمینی منتقل شد، اما بعد از چند روز بدون مداوا به زندان بازگردانده شده بود. اما در پی تداوم وخامت اوضاع جسمانی سحرخیز، منابع خبری هفته گذشته گزارش داده بودند که وی به طور ناگهانی به بیمارستان قلب امیرآباد منتقل و با زنجیر بستری شده است. 23 سال زندان برای فعالین زیست محیطی آذربایجان. دادگاه انقلاب تبریز با صدور حکمی 11 نفر از فعالین ملی آذربایجان را که یک وکیل دادگستری نیز در میان آنها به چشم می‌خورد، مجموعاً به 22 سال و 9 ماه و 3 روز حبس محکوم کرد. به گزارش جرس در این حکم، موسی برزین خلفلی، وکیل فعالین مدنی آذربایجان، از بابت اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور به 2 سال حبس تعزیری و از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی از طریق مصاحبه با رادیوهای خارجی و اطلاع رسانی در ارتباط با وضعیت موکلینش به 3 ماه و 1 روز حبس تعزیری، تقیه سلحشور
از بابت اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور به 2 سال حبس تعزیری و از بابت اتهام عضویت در گروه گورتولوش که هدف آن برهم زدن امنیت کشور است به 3 ماه و 1 روز حبس تعزیری و مهدی حمیدی شفق از بابت اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور به 2 سال حبس تعزیری و از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی از طریق مصاحبه با رادیوهای خارجی به 3 ماه و 1 روز حبس تعزیری محکوم شده است. همچنین 8 نفر دیگر به اسامی مصطفی عوضپور، وحید شیخ بگلو، علی حاجب‌اللو، حسن ارگ، جمشید زارعی، عزیز پورولی، احمد ریاضی مبارکی، محمود فضلی و مهدی توری همگی به اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور به 2 سال حبس تعزیری محکوم شدند که 1 سال از حبس مذکور 8 تن اخیر به حالت تعلیق در آمده است. اعتراض به سکوت مقامات ایران در قبال حوادث اخیر خوزستان. رئیس اتحادیه جایگاهداران بنزین: عرضه بنزین آزاد متوقف می شود. فرمانده کل سپاه می گوید ما مسئول امنیت کشورهای همسایه هستیم. اعتراض به سکوت مقامات ایران در قبال حوادث اخیر خوزستان. به دنبال بازداشت بیش از 60 نفر در شهرهای مختلف استان خوزستان و کشته شدن 2 نفر از آنها در بازداشت، یک سازمان مدافع حقوق بشر اعلام کرده است که مسئولان کشته شدن معترضان بازداشتی در خوزستان از مسئولیت قضایی برخوردارند. سازمان عدالت برای ایران در اطلاعیه اعلام کرده است که هنوز هیچ مقام امنیتی یا قضایی در مورد جزئیات مرگ 2 تن از بازداشت شدگان و نیز وضعیت بازداشت شدگان دیگر پاسخی نداده است. این سازمان گزارش داده است که در ماه‌های اخیر بیش از 60 نفر در شهرهای شوش، اهواز و سایر نقاط استان خوزستان بازداشت شدند که 2 نفر از آنها به نام‌های محمد کبی و ناصر آلبوشوکه در زندان جان خود را از دست دادند. محمد کبی 35 ساله در شوش و ناصر آلبوشوکه 19 ساله در اهواز بازداشت شده بود. امتناع سفارت ایران از تحویل دادن گذرنامه خبرنگار ایرانی در مالزی. محمد رهبر، روزنامه‌نگار ایرانی مقیم مالزی، میگوید که مقامات سفارت ایران در کوالالامپور گذرنامه جدید او را به وی تحویل ندادند. آقای رهبر به BBC فارسی گفت: امروز برای دومین بار برای دریافت گذرنامه جدید خود به سفارت ایران مراجعه کردم، اما مقامات سفارت ایران به من گفتند که بنا به ملاحظات وزارت اطلاعات و دستور رسیده از تهران نمی‌توانند گذرنامه را به من بدهند. آقای رهبر حدود 2 ماه پیش برای تمدید گذرنامه به سفارت ایران در مالزی مراجعه کرد و تا کنون 2 بار برای دریافت گذرنامه جدید به سفارت ایران در مالزی رفته است. این روزنامه نگار در خصوص وضعیت گذرنامه خود گفت: بار نخست با من تماس گرفتند و به سفارت رفتم. در آنجا کسی که مؤدبانه از من بازجویی می‌کرد از من خواست در مورد مسائلی مانند تحریم انتخابات مجلس ایران مطلب ننویسم و از آیت الله خامنه‌ای انتقاد نکنم. به نظرم عدم اجابت این درخواست ها باعث شد که پاسپورت را به من تحویل ندهند. آقای رهبر با اشاره به اینکه داشتن گذرنامه حق هر شهروند ایرانی در خارج از کشور است گفت: نکته این است که پاسپورت بنده صادر شده است. زمانی که کپی مدارک را به من میدادند، کپی پاسپورت جدید نیز در داخل مدارک بود و روی آن نوشته شده بود ملاحظه دارد. آنها پاسپورت منقضی را به من بازگرداندند. به گفته آقای رهبر، مسئولان سفارت به او گفتند که اگر گذرنامه جدید میخواهد باید به ایران برود. محمد رهبر پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 به مالزی رفت و اکنون در این کشور اقامت دارد. رئیس اتحادیه جایگاهداران بنزین: عرضه بنزین 700 تومانی متوقف می شود. رئیس اتحادیه جایگاهداران بنزین گفت اگر وزارت نفت و مسئولان امر جوابگو نباشند، عرضه بنزین آزاد متوقف می شود. بیژن حاج محمد رضا، رئیس اتحادیه جایگاهداران بنزین سراسر کشور، در یک نشست خبری گفت: از سال 86 تا کنون مشکلات جایگاهداران بنزین 2 چندان شده است، اما هیچ کدام از مسئولان وزارت نفت پاسخگو نبوده و نیستند. حاج محمد رضا با اشاره به اجرای طرح سهمیه بندی بنزین گفت: در سال 86 دولت به جایگاهداران اعلام کرد که ما با تفاوت فروش بنزین آزاد را نسبت به ماه‌های گذشته جبران می‌کند که این کار نیز صورت نگرفت و از طرفی مقرر شد تا کارمزد فروش بنزین آزاد 2 برابر بنزین یارانه‌ای باشد، اما همین که به اجرا رسید کارمزد را کاهش دادند. رئیس اتحادیه جایگاهداران بنزین اظهار کرد: حدود 2 ماه است که کارمزد بنزین را به جایگاهداران پرداخت نکردند، در حالی که تورم افزایش یافته و کاهش فروش نیز از طرفی مزید بر علت شده است تا جایگاهداران نتوانند هزینه‌های خود را تأمین کنند.
وی خاطر نشان کرد اکنون پلاکارد هایی تهیه شده که در آن ضمن عذرخواهی از مردم و مصرف کنندگان اعلام کرده ایم که دیگر توان عرضه بنزین آزاد را نداریم و قرار است این پلاکارد را به وزارت نفت تسلیم کرده و در صورتی که ترتیب اثری داده نشود مجبوریم در ابتدا از تهران و بعد سراسر کشور عرضه بنزین آزاد را از تاریخ 15 اسفند متوقف کنیم. سردار جعفری: ما مسئول امنیت کشورهای همسایه هستیم. فرمانده کل سپاه پاسداران میگوید رزمایش هایی که برگزار می شود عمق استراتژیک جمهوری اسلامی را در برابر تهدیدهای احتمالی نشان می دهد. به گزارش خبر آنلاین پاسدار محمد علی جعفری گفت وضعیت آمادگی نیروهای ما توان بازدارندگی بسیار گسترده ای در برابر دشمنان برای ما به همراه داشته است. با وجود تمامی مخالفت‌ها و تهدیدات استکبار جهانی و صهیونیسم ما هر گونه خطری را منتفی ندانسته و به حفظ آمادگی نیروها می پردازیم. جعفری از توان بالای نظامی جمهوری اسلامی خبر داد و گفت دشمن توانایی کوچکترین تعرضی را ندارد، چه رسد به اینکه کویر مرکزی را مورد تعرض قرار دهد. اما به هر حال استانهای جنوبی چون استان فارس، یزد، خوزستان، کرمان و هرمزگان عمق دفاعی استراتژیک ما در برابر دشمن محسوب می شوند. وی مدعی شد که جمهوری اسلامی خود را مسئول امنیت کشور، همچنین کشورهای مسلمان همسایه و حاشیه جنوبی خلیج فارس می داند. سردار جعفری گفت ما پاسدار امنیت تنگه هرمز هستیم و مسئولیت برهم زدن این امنیت بر عهده کشورهای متجاوز خواهد بود. واکنش توکلی به آمار دولت: نرخ رشد اقتصادی 3.2% بود، نه 7 یا 6%. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نرخ رشد اقتصادی کشور را در سال گذشته 3.2% می‌داند. رقمی که با رشد 7.3% اعلام شده از سوی رئیس دولت تفاوت دارد. به گزارش مهر، احمد توکلی در پی آخرین آمار ارائه شده از سوی سخنگوی اقتصادی دولت درباره نرخ رشد اقتصادی درصدی کشور مبنی بر 6.1% در سال 89 و آمار 7.3% ارائه شده از سوی رئیس دولت در همین دوره گفت رشد اقتصادی کشور در سال گذشته 3.2% بوده است. این آماری است که از سوی نهادهای بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول نیز اعلام شده است. شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت روز دوشنبه در همایش گفتگوی بخش خصوصی و دولت ادعا کرد طبق برآورد بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی کشور در سال 89 بدون احتساب نفت 6.1% و این رقم با احتساب نفت 5.8% بوده است. این اظهارات در حالی بیان شد که رئیس دولت 20 روز پیش هنگام تحویل لایحه بودجه سال 91 در صحنه علنی مجلس اعلام کرد که نرخ رشد اقتصادی کشور در سال 89 7.3% بوده است. همچنین وی پیش از این در تیر ماه جاری در برنامه تلویزیونی نرخ رشد اقتصادی سال 89 را بیش از 10% اعلام کرده و برای تأکید بر صحت این آمار مدعی شده بود عده‌ای می‌ترسند اعلام کنند رشد اقتصادی ایران بالای 10% بوده، در حالی که این اتفاق در واقعیت رخ داده است و می‌تواند چند سال متوالی ادامه یابد. هیچگاه نیازهای واقعی کارگران در مصوبه مزدی لحاظ نشده است. یک عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران اعلام کرد در حال حاضر بیش از 90% از کارگران فعال در کارگاه‌های زیرزمینی مصوبه قانون دستمزد را دریافت نمی‌کنند. عبدالله مختاری در گفتگو با ایلنا خواستار افزایش سطح رفاهی کارگران در کشور شد و افزود شورای عالی کار هیچگاه نسبت به افزایش واقعی دستمزد کارگران اقدام نکرده است، در حالی که هر ساله وضعیت معیشتی کارگران به دلیل افزایش بی‌رویه نرخ تورم با مخاطرات زیادی مواجه می‌شود. عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران تأکید کرد هر سال شاهدیم که نمایندگان کارگری هیچگاه نتوانستند نیازهای واقعی جامعه کارگری کشور را در تعیین دستمزد کارگران لحاظ کنند. این فعال کارگری عدم تامین نیازهای حداقلی را یکی از دغدغه‌های اصلی جامعه کارگری در کشور اعلام کرد و خاطر نشان ساخت بیش از 70% از کارگران به دلیل عدم تامین نیازهای حداقلی خود در کشور زیر نرخ خط فقر گذران معیشت می‌کنند. پس از بازداشت 3 ایرانی در تایلند به اتهام بمب‌گذاری علیه اهداف اسرائیلی و متهم شدن تهران از سوی اسرائیل به دست داشتن در حملات مشابه در هند و گرجستان، دولت آمریکا از امکان انجام اقدامی تروریستی در خاک این کشور ابراز نگرانی کرده است.
به گزارش برخی خبرگزاری‌ها در هفته گذشته دولت آمریکا اعلامیه‌ای را در سطح محافل حکومتی این کشور منتشر کرده که در آن هشدار داده شده حکومت ایران ممکن است به فکر ترتیب دادن حملاتی در خاک آمریکا باشد. برای بررسی بیشتر این موضوع با رضا تقی‌زاده استاد دانشگاه گلاسکو و تحلیلگر مسائل ایران مصاحبه‌ای انجام داده‌ایم که می‌شنوید. آقای تقی‌زاده، به نظر شما مقام‌ها و رسانه‌های آمریکایی واقعاً امکان انجام عملیات مسلحانه در خاک ایالات متحده توسط ایران رو جدی می‌دونن یا این ابراز نگرانی‌ها بیشتر ارزش تبلیغاتی داره؟ مسئله تبلیغات در امنیت داخلی آمریکا مسئله خیلی مهمی نیست. بی‌تردید آمریکایی‌ها از سال‌های گذشته هم آمادگی برخورد با چنین تهدیدهایی رو داشتن و همینطور انتظار داشتن که چنین تهدیدهایی به نوعی در آمریکا شکل عملی به خودش بگیره. با توجه به اینکه در ایالت کالیفرنیا یک جمعیت قابل ملاحظه ایرانی تبار وجود داره، بیش از 1 میلیون، و همینطور در نیویورک یک جامعه یهودیان پرشمار هست، این دو ایالت هدفهای بالقوه‌ای میتونن باشن که جمهوری اسلامی یقیناً برای اقداماتی که میتونه هدف قرار دادن منافع آمریکا خونده بشه مورد ملاحظه قرار بده. از مدت‌ها قبل کسانی که یا با ایران در ارتباط بودن یا به ایران سفر کردند و یا از ایران به خاک آمریکا وارد می‌شدن با ملاحظات امنیتی بسیار شدید روبرو بودن. این نشون میده که آمریکایی‌ها انتظار چنین تهدیدهایی رو دارن و البته آمادگی‌های زیادی رو هم برای برخورد با اون فراهم کردن. اونچه که امروز ما می‌شنویم هشدار دادن نسبت به امکان انجام چنین تهدیدهایی است. البته نشانه های روشنی عرضه نشده، ولی یک اعلامیه دولتی رسمی منتشر شده که هشدار میده نسبت به امکان عملی شدن این تهدیدات. چند ماه پیش مقام های دولت آمریکا سپاه پاسداران را متهم کردند که قصد انجام عملیات تروریستی و ترور سفیر عربستان در خاک آمریکا را داشته. بعد از اون مهمترین اقدامی که از سوی آمریکایی‌ها برای پیگیری این اتهامات صورت گرفته چی بوده؟ اون چی که شما اشاره کردید یکی از نمونه هایی است که میشه به عنوان امکان استفاده جمهوری اسلامی برای هدف قرار دادن بعضی از نقاط آمریکا به اون اشاره کرد. طرح ترور عادل جبیر که مورد ادعای دولت آمریکا بود مورد تایید عربستان سعودی هم قرار گرفت. بعد از ایجاد این اتهام که منجر شد به دستگیری شخصی به نام منصور ارباب سیر و همینطور اعلام ارتباط او با یکی از اقوام او در ایران به نام آقای علی غلام شکوری، موضوع پنهانی نبود. اگرچه ایران این موضوع رو رد کرد، ولی عربستان سعودی بعد از اعلام دعوا در یکی از دادگاه‌های آمریکا در نیویورک دستگیر کردن آقای منصور ارباب سیر و انجام محاکمه ابتدایی، عربستان این موضوع رو به شورای امنیت به عنوان شکایت برد و بعد رئیس جمهور آمریکا، رئیس جمهور فرانسه و رهبران اروپایی نسبت به اون اظهار نظر کردند و از اون انتقاد به عمل آوردند. پرونده الان در دادگاهی در نیویورک در دست بررسی برای شنیدن دور دوم مطالعات و همینطور به عنوان یک استناد رسمی اتهام وارد به ایران از طرف عربستان سعودی در شورای امنیت ثبت شده. متشکرم از شما.